اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح چهارشنبه تهران. خانم آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم، این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. بسیار خوش آمدید. در حالی که رسانه‌های حکومتی گزارش کردند بازار تهران دیروز آرام بوده، گزارش‌ها از چندین شهر ایران حاکی است که نارامی‌ها و اعتراضات صنفی به تظاهرات ضد حکومتی بدل شده. مفصلاً و به جزئیات به وقایع 24 ساعتی اخیر در ایران می‌پردازیم، به ویژه در سایه این خبر جدید که یک مقام آمریکایی گفته آمریکا هیچ معافیتی به هیچ شرکت نفتی نخواهد داد و هدفش قطع مطلق خرید نفت از ایران است. به واکنش‌های بین‌المللی به رویدادهای چند روز گذشته در ایران هم خواهیم پرداخت که بسیاری را دوباره بهت‌زده کرده. در خبرهای بین‌المللی هم از بمباران نیروهای بشار اسد خواهیم گفت در تلاش برای پس گرفتن درعا. همه اینها پس از مشروع خبرها از فرج بالافکندگی. مشروع خبرهای جهان را از رادیو بی بی سی در لندن میشنوید. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح تهران. خانم آقایان سلام، صبح چهارشنبه همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم، این چشم انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. در حالی که رسانه‌های حکومتی گزارش کردند بازار تهران دیروز آرام بوده، گزارش‌ها از چندین شهر ایران حاکی است که ناآرامی‌ها و اعتراضات صنفی به تظاهرات ضد حکومتی بدل شده. مفصلاً و به جزئیات به وقایع 24 ساعته اخیر در ایران می‌پردازیم، به ویژه در سایه این خبر جدید که یک مقام آمریکایی گفته که آمریکا هیچ معافیتی به هیچ شرکت نفتی نخواهد داد و هدفش قطع مطلق خرید نفت از ایران است. به واکنش‌های بین‌المللی به رویدادهای چند روز گذشته در ایران هم خواهیم پرداخت که بسیاری را دوباره بهت‌زده کرده. و در خبرهای بین‌المللی هم از بمباران نیروهای بشار اسد خواهیم گفت در تلاش برای بازپس گرفتن درعا. همه اینها پس از مشروع خبرها از فرج بالافکند. سلام و صبح بخیر. اعتصاب و اعتراض کسبه در تهران برای روز دوم هم ادامه یافت و دامنه آن به بعضی شهرستان‌ها نظیر اصفهان، عراق و کرمانشاه گسترش پیدا کرد.
ویدیوهایی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که دیروز در خیابان لاله‌زار تهران تجمعات و اعتراضاتی برگزار شد و سطل‌های بزرگ زباله در وسط خیابان آتش زده شدند. برخی معترضان می‌گویند که ماموران انتظامی با باتوم‌های خود به موتورها و ماشین‌های پارک شده در محل ضربه زدند و خسارت وارد کردند. همزمان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به برهم زدگان زنندگان ثبات اقتصادی را به مجازات اعدام تهدید کرده. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی الارض باشه اعدام و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی دیگر هم شجاعت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را ستود و هم شجاعت مردمی که در خیابان‌ها هستند. آقای نتانیاهو میگوید که حل مشکلات ایران با مردمان کشور است و برای همین او سعی کرده با مردم ایران رابطه دوستانه برقرار کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که از خریداران نفت ایران می‌خواهد تا 4 ماه نوامبر به خرید خود از تهران پایان دهند. آمریکا ضمن بیرون آمدن از توافق 6 قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفته که تحریم‌های سابق علیه ایران را بازگردانده و به آنها خواهد افزود. سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌دهد. خریداران نفت ایران از 4 نوامبر شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد. یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا گفته که تشدید تحریم‌ها یکی از اولویت‌های مهم امنیت ملی این کشور است. او همچنین گفته که دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت باراک اوباما برای خریداران نفت ایران معافیت صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت برجام بود که ضمن بیرون آمدن از آن توافق گفته که فشار بر ایران را بیشتر خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم دیوان عالیان کشور برای قانونی اعلام کردن دستور عمل مهاجرتی او ستایش کرد. فرمان مهاجرتی آقای ترامپ ورود مسافر و مهاجر از چند کشور با جمعیت عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به شدت محدود می‌کند. شاکی این پرونده ایالت هاوایی آمریکا بود که استدلال کرد دستور آقای ترامپ تبعیض‌آمیز بود و از خصومت او به مسلمانان نشأت گرفته، اما دیوان عالی دستور آقای ترامپ را قانونی دانست. آقای ترامپ این حکم را یک پیروزی عظیم برای مردم و قانون اساسی آمریکا توصیف کرده. ششم تیر همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز به خیر، خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. علی همدانی هستم، میزبان شما در این چشمانداز بامدادی بسیار پرخبر. برنامه را آغاز کنیم با نارامی‌ها در ایران. تظاهرات در نقاط مختلف ایران ادامه داشته و بازارها در چند شهر عمده این کشور تعطیل بودند. گرچه رادیو و تلویزیون حکومتی کوشیدند با اعزام خبرنگار حتی به قلب بازار تهران بگویند که بازار به وضعیت عادی بازگشته، اما بنا بر گزارش‌ها التهاب در بازار تهران ادامه داشت و در جریان درگیری ماموران ضد شورش و بازاریان چندین نفر زخمی شدند. در تصاویری که از تهران به دست بی بی سی رسیده، ماموران چماق به دستی دیده می شوند که تظاهر کنندگان را در خیابان‌های منتهی به بازار به گوشه پرت می کنند و آنها را کتک می زنند. در همین حال همین چماقداران با حمله به مغازه‌ها، موتورها و خودروها شیشه آنها را خرد می کنند و حتی آنها را به آتش میکشند. اعتراضات در خارج از بازار هم ادامه داشته. در خیابان لاله‌زار تهران درگیری میان ماموران حکومتی و مردم به حدی بالا گرفت که معترضان برای جلوگیری از پیش آمدن نیروهای ضد شورش در خیابان آتش روشن کردند. بسیاری از شعارهای مردم معترض سیاسی و علیه حکومت اسلامی یا مداخله نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بود، از جمله اینکه سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، یا بی غیرت ها حیا کنید، مملکت را رها کنید. معترضان همینطور شعار رضا شاه روحت شاد و یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه سر دادند. همینطور بر اساس گزارش‌ها برق چند نقطه از شهر تهران حوالی ساعت 4 تا 6 عصر به وقت محلی قطع شد و ارتباط‌های اینترنتی هم با اختلالاتی همراه بوده. از کرمانشاه، اصفهان و عراق هم گزارش‌های مشابهی مخابره شده. همه اینها در حالی که صبح روز گذشته در جریان مراسمی که با حضور سران سه قوه حکومت اسلامی برگزار شد، بحث اصلی بحث اتفاقات چند روز گذشته بود. در این مراسم که ظاهراً با قرآن‌خوانی سعید طوسی قاری خبرساز
آغاز شد، حسن روحانی در میان برادران لاریجانی نشسته بود. آقای روحانی تلاطم شدید در بازار و بی قیمت بودن دلار و طلا را ناشی از جنگ روانی خواند و آمریکا و اسرائیل را مقصر دانست. دادستان‌ها امروز وظیفه سنگین‌تری را بر دوش دارند، اون که به صورت علنی و آشکار آینده را سیاه نشان می‌دهد نیاز به شکایت خصوصی نداره. اون که داره امید مردم رو از بین می‌بره به یک معنا داره به دشمن کمک می‌کنه، به یک معنا داره به آمریکا کمک می‌کنه. این صدای حسن روحانی بود. چند دقیقه بعد رئیس مجلس علی لاریجانی درست حرف برعکس آقای رئیس جمهور رو زد. مشکل روانی نیست. من بارها در مصاحبه آقایان دیدم میگن مشکل روانی است، فقط این نیست. خیلی از افراد درمان منفعتشون هستن، احساس میکنن پولی که دارن ارزشش داره میاد پایین، میرن به سمت راه درستی نیست، ولی شما راه درست جلوشون بسرین. صدای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در این آشفت بازار، چه در خود بازار و شرایط اقتصادیش و چه در تناقض‌گویی های مقامات حکومت، رادیو تهران گزارش داده که در روز نخست نارامی ها در تهران یعنی پریروز دست کم 20 نفر دستگیر شدند، به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران. بیش از 20 نفر دستگیر شدند. اینا از جنس بازاریان نیست. تمام عواملشون به داستان معرفی شدن، به زندان تحویل خواهند شد، اینها تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. کسانی که امنیت مردم رو به هم بزنن، آشوب ایجاد کنن، موضوعی سنگینی خواهند داشت. صدای دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. در مراسم مرتبط با روز قوه قضاییه که چند لحظه قبل صحبتش بود، در کنار پرزیدنت روحانی و علی لاریجانی، برادر دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم بود که راه حل عبور از بحران اقتصادی را از جمله در اعدام آنهایی پیدا کرد که به نظر او مقصر نارامی های اخیرند. من اینجا داره هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، پنبه ها را از گوش بیرون بیارید، چشما را خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی الارض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. صدا و تصویر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود. این اظهارات آقای لاریجانی البته دو روز بعد از اون مطرح میشه که روزنامه حکومتی کیهان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی عاملان نارامی‌های اخیر رو تروریست اقتصادی خواند و خواستار اعدام آنها شد. تلویزیون ایران هم در روایتی مشابه تظاهرکنندگان را نه بازاری‌ها که عوامل بیرونی نامید که با تحریک احساسات بازاریان قصد دارند میان آنها و حکومت شکاف بیندازند. تظاهرات چند روز گذشته در تهران بازتاب خارجی هم داشته. مقامات ارشد آمریکایی از جمله چند سناتور خواستار همراهی اروپا با آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی شدند. نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش در پیامی ویدیویی با مردم ایران صحبت کرده. تصور کنید چقدر دشوار است جلوی گل زدن رونالدو را گرفت. من در گذشته فوتبال بازی می‌کردم و به شما می‌گویم این تقریباً غیر ممکن است. اما تیم ایران این غیر ممکن را به اجرا رساند. می‌خواهم به مردم ایران بگویم شجاعت خود را در زمین فوتبال ثابت کردید و امروز همان شجاعت را در خیابان‌های ایران به نمایش گذاشتید. ایران مشکلات بسیاری دارد. آلودگی هوا، کمبود آب، میلیاردها که خرج ترور می‌شود. آیا می توانید تصور کنید که چه می شد اگر به جای به هدر دادن پول شما در سوریه و یمن، حکومت ایران این پول را برای حل مشکلات در ایران سرمایه گذاری می کرد؟ راه حل همه این مشکلات مردم ایران هستند. به همین دلیل کانال تلگرام به زبان فارسی را اندازی کردیم تا به کشاورزان ایران یاد بدهیم چگونه از منابع آبی حفاظت کنند. و دقیقاً به همین دلیل هرگز از صحبت کردن از صلح با مردم ایران دست نخواهم کشید. یک روز امیدوارم شاهد بازی مستقیم تیم فوتبال ایران با اسرائیل در تهران آزاد باشم. در این روز همه ما پیروز خواهیم بود.
صدا و تصویر بنیامین نتانیاهو را دیدید و شنیدید. پیام ابراهیم نتانیاهو لحظات قبل توسط رادیو ایران بیرون زدن دم خروس نامیده شد و آن را گواهی بر این ادعای حکومت خواند که اسرائیل پشتیبان ناآرامی‌های اخیر در ایران است. اما اجازه بدید در همین اوضاع شکننده بشنویم که مقامات جمهوری اسلامی که هر زمان و هر دقیقه در طول دو روز گذشته تقصیرها رو گردن دشمن و از جمله آمریکا انداختند، خبر اومده که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرده که این کشور خواهان توقف کامل خرید نفت ایران توسط کشورهای دیگر تا نیمه آبان امسال شده. این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس باقی ماندن با رسانه‌ها گفتگو کرده، گفته که خریداران نفت ایران از تحریم‌های احتمالی واشنگتن معاف نخواهند شد و تشدید تحریم‌ها یکی از اولویت‌های مهم امنیت ملی ایالات متحده آمریکاست. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که من مردد هستم که بگویم هیچ معافیتی صادر نخواهد شد، ولی افزود که پیام دولت پرزیدنت ترامپ به سایر کشورها این است که نه، ما معافیتی صادر نمی‌کنیم. و در همین راستا هم تک تک سراغ مشتریان نفت ایران رفته یا می رویم. اجازه بدید که با سام فرزانه صحبت بکنیم، خبرنگار ما در واشنگتن از نزدیکی کاخ سفید با ماست. سام، چه جزئیات بیشتری می دونیم از این خبر؟ چون می دونم یک کنفرانس خبری میشه گفت نسبتاً محرمانه بوده که خبرنگاران نمی دونستن با کی دارن صحبت می کنن. همینطوره، در واقع به خبرنگاران گفته میشه که شخص چه کسی هست، اما از اونها خواسته میشه که نامی نیارن از اون مقام و این رو گزارش نکنن. روش معمولی هست که خیلی وقتها اتفاق میفته. این مقام آمریکایی همونطور که گفتی تا چهارم ماه نوامبر فرصت داده به خریداران نفت ایران که نفت مورد نیاز خودشون رو از جای دیگری تأمین بکنن، برای اینکه از اون به بعد اگر پولی از طریق بانک‌های اونها بابت خرید نفت ایران به بانک مرکزی ایران بره و آمریکایی‌ها بتونن اون رو ردیابی بکنن، اون بانک اون وقت شامل تحریم‌های آمریکا خواهد شد و برای اونها جریمه های سنگینی رو وضع خواهند کرد. دست کم تهدیدش رو از الان دارن انجام میدن برای اینکه متقاعد بکنن کشورهایی مثل چین، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل کشورهای اتحادیه اروپا که برن و نفت خودشون رو از جای دیگری تامین بکنن. آقای ترامپ قبلا به این کشورها گفته که الان وضعیت انرژی در جهان به گونه ای هست که اگر تولید ایران کم بشه از این بازار به مشکل بر نخواهد خورد. و این مسئله معافیت ها هم جالب هست که صحبتش رو خودت کردی. معافیت ها در زمان آقای اوباما، وقتی که آقای اوباما تحریم های همینطور گسترده و پشت سر همی رو برای ایران وضع می کرد، به بعضی از کشورها معافیت می دادن در شرایط خاص بتونن از ایران نفت بخرن. الان به نظر میرسه که دولت آمریکا، دولت کنونی این کشور، دست کم میخواد تمام زور خودش رو بگذاره که این اتفاق نیفته و این معافیت ها رو صادر نکنه. برای همین هم است که این مقام داره سفر میره و سعی میکنه که این با کشورهای دیگه این رو هماهنگ بکنه تا اونها هم همسو بشن با آمریکا، برای اینکه اگر اونها همراهی نکنن اون موقع این تحریمایی که آمریکا میخواد وضع بکنه و امیدوار هست که اثری داشته باشه برای سیاستش در قبال ایران، اونها بی اثر خواهند بود. سام فرزانه، سپاسگزارم از واشنگتن با ما صحبت میکردی. یادآوری میکنم که شما مخاطبان ما هم میتونید با ما تماس بگیرید، در همین زمینه اظهار نظر بکنید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. اما اجازه بدید که بحث اقتصاد شکننده ایران رو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی که از استکهلم سوئد امروز از اون صحبت با ما هستند، آغاز بکنیم. آقای علوی، از همین خبر آخر شروع بکنم. مقامات آمریکایی میگن که آمریکا مقامات ایرانی میگن آمریکا کاری از پیش نمیتونه ببره، اما تحریم نفت ایران و اجبار بقیه کشورها برای همراهی با آمریکا به هر حال ظاهرا در دستور کار دولت آقای ترامپ قرار داده. این شدنی هست یا جنگ روانیه؟
البته بخشش جنگ روانیه که از همین الان تأثیر گذاشته بر فضای عمومی اقتصاد ایران و این البته تأثیرهای ابتدایی اون است، اما بلافاصله که اجرایی بشه این تحریم ها که البته ممکن هست و البته با توجه به این برونزایی اقتصاد ایران به این معنا که وابستگی اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای صادره از نفت هست، این اثرات به شکل واقعی خودش رو نشون خواهد داد در آینده همراه با کاهش به هر حال صادرات نفت ایران و کاهش جریان ارزی به داخل ایران، فشار بر به خصوص ابتداعا بر جریان ورودی ارز افزایش پیدا خواهد کرد و این به تبع تأثیر خواهد گذاشت بر عرضه ارز در اقتصاد ایران، در بازار ایران و قیمت کالاها خواهد افزایش پیدا کرد و همزمان سرمایه گذاری کاهش پیدا خواهد کرد و این البته تمام جنبه ها و زوایای اقتصاد ایران را در خواهد نورد. آقای علوی، به تهران اگر بریم، دیروز چند مقام قضایی جمهوری اسلامی حتی رئیس جمهور روحانی از مجازات به گفته اونها عاملان تلاطم بازار صحبت کردن، حرف اعدام از میون به میون اومده. در واقع به نظر شما اخلالگران بازار عنوانی هست که مقامات ایرانی انتخاب کردن، چه کسانی هستند؟ البته این کلمه یا این گزاره‌ها گزارهای مبهم و در موارد بسیاری بی‌معنا هستند، غیر دقیق هستند، بنابراین میشه برای اشاره به این گروه یا اون گروه استفاده کرد ازش. در چارچوب شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر کسی فرضاً سکه بخره برای اینکه قدرت خرید خودش رو در آینده حفظ کنه، آیا میشه اسمش رو گذاشت اخلالگر اقتصادی؟ آیا اگر سرمایه گذاری تلاش بکنه که فرضاً برای جلوگیری از ضرر و زیانش سکه بخره یا فرضاً ارز بخره برای اینکه بتونه بعداً کالا وارد بکنه و این به اصطلاح اقتصادی این تقاضای احتیاطی که در واقع معطوف است به ریسک در آینده افزایش بکنه پیدا بکنه و در نتیجه تقاضا برای دلار یا ارزهای دیگه بالا بره و این قیمت رو به بالا سوق بده، آیا این اختلال در اقتصاد است؟ به هیچ وجه نمیشه اسم این رو گذاشت، بلکه این یک رفتار طبیعی بازیگران عرصه اقتصادی در شرایط ریسک اقتصادی ایرانه که به هر حال ما میدونیم فضا تیره تر میشه، ریسک ها افزایش پیدا میکنه و بازیگران میبایست با به کار بردن روش های معینی خودشون رو بیمه بکنن در مورد شرایط آینده، کما اینکه فرضاً دولت هم همین کارو میکنه. در واقع اختلال اقتصادی از اونجایی صادر میشه، از اونجایی به وجود میاد که اون بازیگر بزرگ یعنی دولت ناتوان از وظایف خودش و بازیگرانی که بالاتر از اون هستن، حاکمیت و شخص رهبر حاکمیت، با اقداماتی که به هر حال تنش داخلی یا بیرونی ایجاد میکنه، این ریسک ها رو برای اقتصاد ایران وجود میارن. بنابراین اکتورها، بازیگران کوچک در عرصه اقتصادی متاثر از این شرایط، میبایست به نوعی برای بقا تلاش بکنن و این روش هایی که به کار برده میشه برای ذخیره طلا یا فرضاً ذخیره ارز، روش هایی است برای اینکه بتونن در آینده بقا داشته باشن، و این روش ها روش هایی است که به هر حال در کشورهای دیگه مجاز شمرده میشه، اما با توجه به اینکه اقتصاد اونها اقتصاد باثباتی است، از جمله اینکه اونها سیاست های اقتصادی بلند مدت دارن، ساختار اقتصادی ساختار به هر حال باز و باثباتی است، این ذخیره سازی ها در اون اقتصادها مشکلی رو ایجاد نمی کنه، بلکه باعث کارآمدی و به هر حال کاهش ریسک کل اقتصاد میشه. آقای علوی، سال آخرم از شما. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته که خارج نشینان، مردم در داخل بیان ارز و طلای خودشون رو به بازار بریزن تا وضع متعادل بشه، این راه حل به نظر شما چقدر منطقی است؟ ابتدا هم باید گفت که الان جریان ورود ارز از داخل به خارج، این رو صرافی ها میتونن گواهی بدن اگر اطلاعات عمومی، اطلاعات به هر حال از سوی دولت اطلاعات کامل منتشر نمیشه، و به یاد بیاریم که
در سال گذشته هم به تایید بانک جهانی هم مقامات حکومتی میان 27 تا 30 میلیارد دلار از ایران خارج شده. این جریان در شرایط فعلی هم وجود داره. نگاه دیگه‌ای بکنیم به سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی که خارج میشن از ایران و به کشورهایی میرن که تا کنون سابقه نداره، ارمنستان، آذربایجان یا کشورهای آسیای میانه. در واقع فرار سرمایه گذار و کارآفرین به معنای فرار سرمایه هم هست. بنابراین شرایط طبیعی سوق میده بازیگران بازار رو به اینکه هم خودشون هم اینکه سرمایه هاشون از ایران بره. این حرفا اساسا قابل توجیه نیست به لحاظ اقتصادی، چون کسی حاضر نیست بنا به توصیه دولتی که اعتبارش بسیار پایینه، حاکمیتی که مشروعیت نداره یا مشروعیتش بسیار پایین، حاکمیتی که اون سرمایه گذاران رو انتخاب نمی کنن، اون سرمایه گذاران بیان سرمایه هاشون رو بیارن به ایران. و جریان واقعی و از همچنین از نظر نظری هم قابل توجیه نیست، کما اینکه به هر حال ما میبینیم که دولت الان اگر میتونست با این اقدامات کاری بکنه، دست کم میتونست بعد در دوره بعد از انتخابات یا حتی دوره قبلی که اقتصاد ایران به هر حال چشمانداز کمتر تیره ای نسبت به الان داشت موفق بشه. منتها ما در طول این فرضاً 10 سال یا 20 سال اخیر ما شاهد این نیستیم که سرمایه کلانی به اقتصاد ایران وارد بشه. و در شرایط فعلی که ما نزدیک میشیم به پاییز که در واقع دوره اعمال تحریم ها از سوی ایران، این شرایط بسیار تیره‌تر میشه. بنابراین این درخواست ها در واقع مجالی برای تحقق در عرصه واقعیت پیدا نخواهد کرد. تشکر میکنم احمد علوی اقتصاددان که با ما صحبت میکردن. بریم سراغ روزنامه‌های تهران با مسعود بهنوت که مفصلا در این زمینه نوشتن. بررسی روزنامه‌های امروز صبح رو اختصاص بدیم به اینکه چرا اوضاع اقتصادی اصلا اینطوری شد. شفافیت ناقص، از اعتماد، رد پای برجامانده از تروریست ها، روزنامه کیهان. درک اقتصادی مردم از دولت بیشتر است از جان سنه. آقای بهنوت، از شفافیت ناقص شروع بکنیم. روزنامه اعتماد، عباس عبدی در سرمقاله اعتماد توضیح داده که با اومدن این دولت، یعنی دولت روحانی در سال 92، یه امیدی در مردم ایجاد شد که تدبیر جانشین تصمیمات غیر منطقی و زیانبار بشه. و از اونجایی که غالب فعالان این دولت در مرکز تحقیقات استراتژی کار میکردند، بنابراین این انتظارم بیهوده نبود که تحلیل و درک علمی تری از اقتصاد داشته باشن. ولی از همون ابتدا معلوم شد که انعطاف ناپذیری ساختارها اجازه تحول جدی رو نمیده و کارگزاران دولت جدید هم علاقه‌ای به تغییر ساختارها نشون ندادند و اینطوری هستش که مشکلات به تأخیر افتاد و به ظاهر نشون دادن که اصلا مشکلی نیست، در حالی که مشکلی هست. چنان که در این روزها شاهد اون هستیم، میبینیم که به دلایل سیاسی و حتی روانی اتفاقاتی افتاده که ناشی از بی‌توجهی به نرخ ارز، سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و ارز بود و متأسفانه در این کشور با حمایت از نرخ ارز، جز اینکه صادرات تضعیف و واردات تقویت می‌شود، رانت بزرگی هم نصیب افراد پولدار میشه که نتیجه‌اش جز فقر و بیکاری نیست. آقای بهنوت، روزنامه کیهان امروز سومین روزی که پشت سر هم از یه پدیده‌ای به نام تروریست اقتصادی حرف میزنه. حالا امروز تیت زده ردپای برجامانده از تروریست ها، جریان چیه؟ ببینید، در حقیقت سومین روزی است که کیهان از اعدام و مصادره انوار یه آدم‌هایی به عنوان تروریست اقتصادی حرف میزنه و معتقد است که اگر اینا صورت بگیره همه چی آروم میشه. در 2 روز گذشته در تیترهای خودش، در گزارش‌های خودش تکرار کرد و امروز از زبان رئیس قوه قضاییه. محمد ایمانی هم در سرمقاله همین دنبال کرده. به یاد میاره که جنگی که 38 سال پیش صدام به ملت ایران تحمیل کرد، دست کم 1,000 میلیارد دلار خسارت داشت. بنابراین اگر فرزندان مقاومت سر مار را در عراق و سوریه نمی کوبیدند، باید یک جنگ خانمان برانداز را در خاک خود تحمل می کردیم. که البته معلوم نیست که این دوتا موضوع چطوری با همدیگه ارتباط پیدا می کنه، ولی به هر حال نویسنده نتیجه‌گیری کرده است که تنها راه همین بود که ایران برود و در سوریه و عراق و حتی افغانستان پوزه اونها را به خاک بماله.
و بعد از اون است که دوباره کیهان به همون شعار خودش برمیگرده که مثل یک جنگ باید رفت مبارزه کرد، تروریست‌های اقتصادی رو کنار گذاشت تا اقتصاد درست شد. و آقای بنو بریم سراغ جهان صنعت که البته حرفی رو میزنه که این روزا تو رسانه‌ها زیاد مطرح شد که دید اقتصادی مردم ظاهرا بهتر از دولته. محمد قلی یوسفی میگه این استدلالی که آقای رئیس جمهور کرده است از حال روز اقتصاد ایران و در حقیقت گله کرده که سیاه نمایی میکنند مطبوعات و بهترین راه رو این دونسته که خلاصه سیاه نمایی نشه و واقعیت رو گفته بشه، امروز مردم ایران بیشتر از مسئولان از سیاست اقتصادی آگاهی دارند. نویسنده معتقد است که اونها یعنی مدیران دولتی از درک سیاست‌های اقتصادی عاجزند و با وعده‌های مختلف اومدن، نه شغل ایجاد کردن، نه تونستن قیمت ارز رو کنترل کنن، نه سرمایه گذاری رو افزایش دادن، نه رشد اقتصادی رو انجام دادن و به دلیل همه این مسائلی که مردم بر خلاف اونها میرند و عمل میکنند و این نشون میده که دولت مردا در یک دنیای خیالی زندگی میکنن و درکی از واقعیت‌های اقتصادی ندارن. دیرتر هم به مسعود بهنوت باز خواهیم گشت، البته نه برای روزنامه ها، برای خبر دیگه که اجازه بدید خودشون به شما بگن. ازتون خواستم که در برنامه شرکت بکنین، پیام بفرستید. تعداد پیام هایی که دریافت کردیم بسیار زیاد هستش. عرض کنم که امیر حسین نوشته اتفاقات اخیر یک دلیل مهم و بارز داره و اون از بین رفتن مشروعیت نظام حاکم هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی هستش. سامان نوشته به نظرم تا ایران دست به اصلاح روابط با آمریکا و اسرائیل و عربستان نزنه وضعیت بحرانی اقتصادی ایران همیناش خواهد بود و همین کاسه. و حسن نوشته کاش به جای این همه تحریم‌های اقتصادی از طرف دولت آمریکا در واقع علیه مردم ایرانه، نه حکومتی که مردم براشون اولویت چندم، تفهیم‌هایی هم در جهت آگاهسازی مردم انجام میشد. و مهران نوشته جناب آقای روحانی کسی که باعث ناامیدی مردم شده شخص جناب عالی هستین و اون رهبرتون با سیاست‌هاش. عرض کنم که با ما تماس بگیرید، بی بی سی شما شناسه ماست، در تلگرام اظهار نظر کنید، میخونمش. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370-412-22-22. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی. دیوان عالی آمریکا در حکمی درباره فرمان پرزیدنت ترامپ برای منع صدور روادید برای شهروندان چند کشور از جمله ایران این فرمان را قانونی شمرده و ادامه اجرای آن را تایید کرده. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمی که صبح سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شده نوشته که نسخه سوم دستور رئیس جمهوری آمریکا ادبیات واضحی دارد و در حدود اختیارات قانونی اوست. این فرمان آقای ترامپ که از دسامبر گذشته اجرای آن آغاز شده عملاً مانع سفر اغلب ایرانیان متقاضی سفر به آمریکا شده. خبرنگار ما هادی نیلی که روز سه‌شنبه در این باره به دیوان عالی آمریکا رفته بود توضیح میده. در بررسی فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان چند کشور از جمله ایران، دیوان عالی آمریکا با دو سوال عمده مواجه بود. اول اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا اختیار چنین محدودیتی رو داره؟ اختیار داره که چنین محدودیتی برای ورود شهروندان چند کشور بگذاره؟ دیوان عالی آمریکا گفته که این در حدود اختیارات رئیس جمهور آمریکا هست. سوال دیگه این بود که آیا این فرمان تبعیض آمیزه؟ آیا اینطور که مخالفان این فرمان به دادگاه شکایت کرده بودند و دادگاه به نفع اونها حکم داده بود، این فرمان به معنی تبعیض علیه شهروندان مسلمان هست؟ چون این کشورهایی که شامل این فرمان هستن شهروندانشون اغلب مسلمانند. دیوان عالی آمریکا گفت چون استدلال دولت آمریکا در وضع این فرمان استدلال امنیت ملی بوده و گفته این فرمان رو داره اینطور اجرا میکنه به خاطر که این کشورهایی که شهروندانشون هدف فرمان قرار میگیرن و نمیتونن روادید بگیرن، این کشورها همکاری اطلاعاتی با دولت آمریکا ندارن، دیوان عالی گفت طبق این استدلال این نقض قانون اساسی و نقض آزادی های دینی هم نیست. مخالفان از جمله 4 قاضی دیوان عالی از 9 قاضی استدلال کردن که اولا این فرمان یک شکلی و یک نقابی هست بر قول‌های انتخاباتی آقای ترامپ برای منع کامل ورود مسلمانان و همینطور اون رو مقایسه کردن با جمع‌آوری شهروندان ژاپنی و همینطور آمریکایی‌های ژاپنی تبار
در دوران جنگ جهانی دوم که در اردوگاه‌ها جمع‌آوری شدن و بعدها دولت آمریکا بابتش پوزش خواست. ولی دیوان عالی گفته که در واقع 5 قاضی از دیوان عالی که اکثریت اعضای این دیوان رو داشتن گفتن که این فرمان دونالد ترامپ میتونه همینطور که هست اجرا بشه، همینطور که هست خلاف قانون اساسی نیست و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکاست. هادی نیلی بود، یکی از کنشگران معترض به فرمان منع صدور روادید مانا خرازی بود که برای ما توضیح داد حالا این حکم دیوان عالی در عمل به چه معنیه و بعد از اعلام نظر عالی رتبه ترین نهاد قضایی آمریکا دیگر چه کاری از دست مخالفان این فرمان برمی‌آید. متاسفانه با این حکم دادگاه عالی ما هنوز همون جریان واسه ایرونی ها هستش که مهاجرات به اینجا دیگه ضد قوانین آمریکا هستش و همینجوری که این چند ماه اخیر بود همونجور هم ادامه میده در آینده. خب ما میخواییم با این مبارزه بکنیم، این فقط مرحله اول هست برای ما. ما این دادگاه که امروز تصمیم گرفت ما این نتیجه رو قبول نمی کنیم و باش مبارزه می کنیم و به امید این که به یه روزی فامیلای ما میتونن بیان اینجا سر بزنن و ایرونی هایی که الان دولت آمریکا بهشون گفته که قبول نمی کنه، ما میخواییم اونا احساس کنن که خوش اومدن به آمریکا و اینکه این الان مخالف این تصمیم هستیم و مخالف این دادگاه و این دولت. هم تعداد زیادی از وکیلا الان دارن همین حکم رو میخونن و ببینن اگه یه جوری از نظر قوانین میشه هنوز باش مبارزه کرد. یه جور دیگه هم هستش که با تصمیم کنگره میشه عوض کرد، واسه همون این انتخاباتی که چند ماه دیگه در آمریکا اجرا میشه خب خیلی مهمه برای ما. یعنی هم از طریق کنگره میخواییم بجنگیم، هم از طریق دادگاه اگه جوری دیگه هستش، مخصوصا اونایی مثل من که اینجا بزرگ شدن که هم خیلی ایرونی خودمون رو حساب میکنیم، همین که خب این کشور ما شده دیگه، آمریکایی هم هستیم، ما باش مبارزه میکنیم و فراموش نمیکنیم. گفتگویی بود با مانا خرازی که در واشنگتن انجام شده بود. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، صبح بسیار پرخبری آغاز شده و نفسگیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو داشته باشید. نمیدونم چقدر وقت دارم که دمای آب و هوا رو میتونم. خیلی خوب، لندن عرض کنم خدمت شما که کلن چهره عوض کرده، حالا تابستون به اینجا رسید. دیروز دمای هوا در این شهر به 30 درجه رسید که خیلی عجیبه. امروز هم قرار هست آسمان صاف باشه و کاملا آفتابی. حالا که با شما صحبت میکنم دمای هوا 14 درجه است در تهران، 27 در مشهد، 26 در تبریز، 22 در رشت، 23 سنندج، 18 کرمان، 22 کابل، 23 مزار شریف، 29 و دوشنبه 26 درجه است بالای صفر. خبرها همچنان ادامه داره، به هر حال روز بسیار پرخبری است، دنیای عجیب و غریبی هم شده. اما در انتهای همین برنامه مانند همه چهارشنبه صبح ها سری هم خواهیم زد به جدول پرفروش ترین ترانه های پاپ بریتانیا. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود. جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد و نیروهای بشار اسد در حمله دوباره به درعا چندین هدف در این شهر را بمباران کردند، در حالی که زودتر دیروز گزارش شده بود که نیروهای دولتی توانسته بودند دو آبادی در نزدیکی درعا را هم پس بگیرند. بمباران هوایی پس از درعا در چند شهر کوچک هم ادامه داشته. در گفتگو با حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار از جمله سوال کردم هدف دولت سوریه از این دوره تازه از حملات چیست؟ خب منطقه درعا جزء آخرین مناطقیه، به خصوص در جنوب کشور که همچنان تحت تسلط نیروهای مخالف از جمله ارتش آزاد سوریه است و به نظر میومد که خب اسد تو چارچوب اون مذاکرات آستانه از تقریبا مه 2017 این منطقه هم جزء مناطق امن به شمار میومد. بعدن در تابستون سال گذشته تو چارچوب توافقی که با روسیه با آمریکا و اردن کرد اصولا قرار شد که کمکی هم دیگه اینها به اون نیروهای مخالف در این منطقه نکنند. ظرف این مدت دولت سوریه از طریق روسیه با این نیروهای مخالف در این منطقه تحت مثلا با در حال مذاکره بود که اونها رو هم مثل منطقه قوطه شرقی یا مثل حلب وادار کنه که حالا یا با سلاح یا بدون سلاح برن به طرف ادلب و اون منطقه رو تخلیه بکنن. ظاهرا این مذاکرات به نتیجه نرسیده و خب ارتش سوریه، رژیم سوریه حملهش رو شروع کرده با این حساب که درعا رو بگیره، منتها خب با یک سری توافقاتی که ظاهرا پشت پرده شده با آمریکا و اسرائیل که ظاهرا حزب الله و ایران زیاد در این مثلا حملات حضوری نداشته باشن. ما عملا هم می‌بینیم که خود دولت روسیه است که دوباره با هواپیماهاش داره مثلا پشتیبانی میده به ارتش سوریه.
آقای حسینی فرد، نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که با توجه به اتفاقاتی که در جریان هست، در حال حاضر دولت مرکزی سوریه، دولت بشار اسد، چقدر از سوریه رو تحت کنترل داره؟ چقدر از خاک سوریه رو الان تحت کنترل داره؟ میشه گفت 4-5 تا شهر عمده سوریه رو بازپس گرفته، از جمله خب ما دیدیم تقریبا دمشق منطقه امنی شده با خروج نیروهای مخالف از غوطه، از اون بر حمص رو در دست خودش داره، حلب رو در دست خودش داره و خب به طرف دیر الزور این حرفا هم تقریبا داره میره که اون مناطق هم تحت کنترل خودش در بیاره. بیش از پیش اینه که درعا هم به عنوان یکی از مناطق نمادین و سمبولیک اون مخالفت ها که میدونیم خب اولین جرقه های مخالفت در سال 2011 در اینجا زده شد، این را هم بتونه پس بگیره، اون موقع میشه گفت که بیش از پیش دستش بازه برای اینی که بره به طرف شمال کشور، به خصوص استان ادلب که تقریبا تحت کنترل نیروهای مخالف عمدتا رونده شدن به اونجا. اینه که حالا در چارچوب اون مناطق کردنشین شمال سوریه که ترک ها تا حدودی مسلطن برش، اونجا رو چه بکنه، با خود کردها به چه توافقاتی برسه، به نظر میاد که این معادلات بعدی در این مخاصمات سوریه است. گفتگو میکردم با حبیب حسینی فرد. 27 ژوئن، یعنی امروز، روز وحدت ملی در تاجیکستان. 21 سال پیش در این روز دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامیش با امضای توافق صلحی به جنگ داخلی 5 ساله در این کشور پایان دادن. اکنون این روز در تاجیکستان روز وحدت ملی نام گرفته و همه سالان را جشن میگیرند. خبرنگار ما سهراب زیا از شهر دوشنبه گزارش میدهد. 21 سال می شود که مردم تاجیکستان روزی وحدت ملی را جشن می گیرند. تا امضای توافق صلح در 27 ژوئن سال 1997، 8 دوری مذاکرات میان دولت تاجیکستان و مخالفانش در شهرهای مختلف از جمله مسکو و تهران و اسلام آباد و کابل برگزار شد. پروفسور ابراهیم عثمانوف، مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان، در همه مراحل مذاکرات از سال 1994 تا سال 1997 شرکت داشت. او نقش کشورها و سازمانهای خارجی را در دستیابی به صلح مهم می‌داند. اما به گفته آقای عثمانوف، خودی تاجیکان بیشتر خواستار صلح و آشتی بودند. تو خودی ما نمی‌خواستیم، خودی تاجیکستانی‌ها نمی‌خواستند، هیچ وقت صلح نمی‌شد. یعنی این صلح در زمینه مایل و کوشش تاجیکستانی‌ها به عمل آمد. یک چیزی نهایت خوب اون بود که هر دو طرف هم به هر حال کوشش کردند که مملکت رو خراب نکنند. پس هر دو طرف هم آدمای جنگ دیده و جنگره نبودند. یعنی پورا به جنگ اونس نگرفته بودند. شاید این از یک طرف هم سببی کمتر ویران شدن شده باشد. و شاید از طرف دیگر این باعث زودتر آنها به همدیگر نزدیک آمدنشان هم شده باشد. میرزا خوجه نظاموف از فرماندهان پیشین مخالفین در زمان جنگ داخلی سالهای 1992-1997 نقش فرماندهان را در خاتمه جنگ مؤثر می داند. آقای نظاموف می گوید در داخل که قوهای ما مقابل قوهای حکومتی می جنگیدن، ما پیش از این امضا یک چند مراتب کماندان ها قطعا واخوری هم کرده بودیم، به دلالتی رهبریت اپوزیسیون و به دلالتی حکومت. صحبت بین ما فقط به خاطر صلح و صلاح بود. جنگی داخلی تاجیکستان بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشت و به اقتصاد این کشور 7 میلیارد دلار خسارات وارد کرد. نزدیک 1 میلیون نفر به خانه و در شدند. در پی امضای توافق صلح پناهجویان به وطن برگشتند. دولت با یاری سازمان‌های بین‌المللی مناطق خراب شده را بازسازی کرد. گروه‌های مسلح مخالفین به ارتش پیوستند. حزب نهضت اسلامی که عمده‌ترین نیروی مخالفان محسوب می‌شد، اجازه فعالیت رسمی یافت. اما در پاییز سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان این حزب را به اتهام همدستی با ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزارت دفاع، در آنچه مقامات تلاش یک کودتا می‌نامند، ممنوع کرد و فعالانش را به زندان انداخت. حالا چندین سازمان و گروه‌هایی که خود را مخالفی دولت می‌دانند در خارج از تاجیکستان به فعالیت‌های سیاسی مشغولند. آنها اساساً از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های خود را معرفی می‌کنند، اما این برنامه‌ها تا حال تأثیری چندان در افکار عمومی در تاجیکستان نداشته است.
حالا بسیاری از مردم تاجیکستان مهمترین دستاورد توافق را که 21 سال پیش امضا شد آرامش کشور می دانند. همکارم سهراب ضیا گزارش میداد. سلام من به همه شما شنوندگانی که از طریق امواج متوسط و کوتاه رادیویی به این برنامه گوش میکنید. از روز یکشنبه 25 مارس 5 فروردین چشمانداز بامدادی رادیو بی بی سی را می توانید بر روی این موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی بشنوید. از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران موج متوسط 1413 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 7360، 6155 و 5985 کیلوهرتز. و از ساعت 8 تا 9 صبح تهران امواج کوتاه 22، 25 و 41 متر برابر با 13825، 11875 و 7305 کیلوهرتز. چشمانداز بامدادی از طریق فیسبوک، یوتیوب و ماهواره نیز قابل دیدن و شنیدن است. خب، معمولا اینجای برنامه ما بخش دوم مرور مطبوعات رو با مسعود بهنوت پخش میکنیم. امروز ما به جای بخش دوم مرور مطبوعات، من با آقای بهنوت گفتگوی کردم که دلیلش رو اجازه بدید از خودشون بشنویم. من واقعا نمیدونم چی باید بگم. ببین، در حقیقت خبر خیلی مهمی هم نیست. من بعد از 21 سال و 7 ماه که تقریبا هر روز روزنامه‌های تهران رو برای شنوندهای رادیو و بعد هم سایت و یه مدتی هم تلویزیون بررسی کردم و دیدم جای اونها انتخاب کردم که در جریانش قرار بگیرن، دیگه فرصتی است که این محول شه به جوانترها که دیگه واقعا هم بیشتر از این ساعت 2-3 صبح بیدار موندن یه ذره مشکل شد. آقای بهنوت، فکر ما رو کردین؟ چون ما این تصمیم رو گرفتین، فکر مخاطبای برنامه رو کردین؟ یعنی میخوام ببینم که به خاطر اینکه شما بارها خب به هر حال برنامه‌های مختلفی داشتید در تمام اون این سالهای مختلف، چه در رادیو تلویزیون ایران، بعد در خارج از کشور، زمانی که کاست بیرون میدادید حتی و فصول مختلفی رو دیدید، مخاطبان ما از این امروز به بعد که شما یه همچین خبری رو ناغافل پیش روشون گذاشتین، شما رو بعد کجا دنبال کنن؟ دیدبان که در خدمتتونم، در این حال برای رادیو هم یک چیزی درست میکنم هفتگی، غیر از این که مجلاتم که قبلا انجام میدادم، هفت روزای جمعه صبح یه چیزی هم برای سایت هفتگی شروع کردم، ادامه میدم انشالله تا بتونم. به هر حال مرور روزانه مطبوعات رو مسعود بهنود انجام نخواهد داد. از این پس شنوندگان عزیز ما، مسعود بهنود یار همیشگی رادیوی فارسی بی بی سی بوده و هست و خواهد ماند و صداش ماندگار. البته اجازه بدید که فرصتی دارم تا چند پیام برای شما بخونم. این آیپدی که من امروز در دست دارم آیپد رادیو نیست، غریبم کمی باهاش. عرض کنم که حسن نوشته میخواستم با آقای روحانی این پیام رو بدم، حالا که اصولگرایان و طرفدارانشون حکومت شما رو نشون گرفتن و از سرنگونی دولت حرف میزنن، نمیشه با یک جواب محکم تو دهنی به رحیم صفوی و اربابش در مشهد بزنی؟ آیا این هم اجازه از آمریکا یا رهبری میخواد؟ و عارف نوشته به نظرم رژیم ایران روزهای آخر عمرش رو سپری میکنه، باز هم روحانی به ملت شریف ایران دروغ گفت. و عرض کنم که شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته، محسن نوشته تو هواپس میشه به وضوح میبینیم که چطور موازی اصلاح طلب ها و اصولگره ها با هم یکی میشه. اکثریت ملت ایران تا دقیقا ماهیت آخوندها رو نشناسه، حال و روزش به همین منوال تی میشه. و فرزاد نوشته اگر همه مشکلات از سمت آمریکاست، بروید کنار تا رژیمی بر سر کار بیاد تا با آمریکا روابط دوستانه و صمیمی مانند قبل از انقلاب برقرار کنه، تا ما مردم ایران این رو میخوایم. و یک پیام دیگه، ناصر نوشته اقتصاد ایران بیمار، بنابراین پزشک لازم داره که همان اقتصاددان ها هستن. دولت باید از اقتصاددان های جامعه، چه موافق سیاست های اقتصادی دولت باشن و یا چه نباشن، کمک بگیره. فکر کنم همچنان فرصت دارید تا با ما تماس بگیرید. بی بی سی شما شناسی ماست در تلگرام. دیرتر اگر باز فرصتی باقی موند حتما پیام های شما رو خواهم خوند. بریم سراغ خبرهای ورزشی.
عرض کنم که پوریای ژافره همکار ورزشی ما که با تیم ملی فوتبال ایران جابجا میشد، دیشب آخر وقت در مسیر بازگشتش به مسکو در قطار نشسته بود و خبرهای ورزشی رو چنین به ما مخابره کرد. اخبار ورزشی امشب رو در قطار سارانسک به مسکو با شما هستیم. جام جهانی برای ایران تموم شد، برای ما هم تموم شده. یک سری چند تا گزارش کوتاه دیگه خواهیم داشت برای وبسایت و تلویزیون فارسی و بعد هم در لندن بقیه مسابقات رو در خدمت شما هستیم. در صورت در روز دوم هفته سوم سرنوشت چند تا گروه مشخص شد. از مهمترین بازی شروع میکنم، جایی که آرژانتین تونست 2-1 نیجریه رو شکست بده، تیم آفریقایی رو بار دیگه حذف کرد. آرژانتین و نیجریه بارها با همدیگه در جام جهانی همگروه شدند. یک موردش برمیگرده به سال 2014 که اتفاقا ایران هم در اون گروه بود. مسی هم پاش به گل باز شد، گل فوق‌العاده مهمی رو برای آرژانتین زد، هرچند که گل نهایی رو در دقایق پایانی زد. کرواسی هم با 3 برد میشه گفت یکی از بهترین تیم‌ها بوده، مثل اوروگوئه از 3 بازی خودش 9 امتیاز رو به دست آورده. کرواسی 2-1 ایسلند رو برد. ایسلند در اولین تجربه جام جهانی خودش موفق نبود. بریم به بازی‌هایی که زودتر برگزار شدن. دیروز فرانسه با دانمارک 0-0 مساوی کردن بعد از 37 بازی. این اولین بازی جام جهانی بود که گل نداشت. استرالیا با نتیجه 2-0 از پرو باخت. از آمریکای جنوبی پرو به جایی نرسید با این 3 امتیاز. استرالیا هم با 1 امتیازی که از دانمارک گرفت به کار خودش پایان میده. میشه گفت تا اینجای کار بهترین نتایج رو ایران و ژاپن در بین تیم‌های آسیایی و آفریقایی گرفتن، همینطور تیم سنگال که اون هم تا اینجای کار 4 امتیاز به دست آورده. اما بریم سراغ مسابقه های امروز. 4 بازی دیگه برگزار میشه. مکزیک بازی میکنه با سوئد در یک جدال مرگ و زندگی، چون به نظر میسه که تو بازی دیگه گروه که همزمانه آلمان از پس کره جنوبی برخواهد اومد، آلمان ممکنم که نتونه کره رو شکست بده و از مسابقه ها کنار بره. اما در گروه برزیل هم مسابقه جالبی رو پیش رو داریم. برزیل با سربستان بازی میکنه، سوئیس با کاستاریکا. برزیل تونست در دقایق پایانی کاستاریکا رو شکست بده، حالا با 4 امتیاز داره میاد به جدال سربستان، سربستانی که تو اون بازی جنجالی به سوئیس باخت. اما اجازه بدین که یک نگاهی هم بکنیم به تیم ملی ایران که دیشب ساعت 9 از مسکو پرواز کردن، الان دیگه رسیدن به تهران. تیم ملی که حالت قهرمانگونه تونست در مسابقه حضور داشته باشه، ایران و تماشاگرانش جام جهانی فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشتن و حالا بحث جام ملت‌هاست که مطرح میشه. جام ملت‌هایی که در دی ماه شروع میشه در امارات و ایران نزدیک 14 هست، یعنی بعد از انقلاب اسلامی موفق نشده که قهرمان قاره بشه. فدراسیون فوتبال میگه که به کارلوس کیروش قرارداد جدیدی ارائه داده، توافق شده. از طرف دیگه کارلوس کیروش میگه که این اتفاق نیفتاده. کیروش یک قرارداد 4 ساله مد نظرش هست، میگه که اگر که من رو میخواید برای جام جهانی 2022 پس دیگه احتیاجی به امتحان کردن من نیست، اما فدراسیون میخواد مطمئن بشه که در جام ملت‌ها نتیجه میگیره. خلاصه فعلا تا اندازه‌ای به حالت بن‌بست در اومده مذاکرات اونها، ولی خب از لحاظ قانونی کیروش تا پایان جام جهانی یعنی روز 24 تیر ماه وقتی که فینال برگزار میشه همچنان مربی تیم ملی ایرانه. مژده این که خبرهای سیاسی تموم شد، از این لحظه به بعد قرار هست که دستمون رو به دست موسیقی بدیم و همراه بشیم با همکارم شیداسپ کاویانی که جدول پرفروشترین ترانه های پاپ بریتانیا رو برامون قراره مرور بکنه. سلام بر موسیقی، سلام بر شیداسپ کاویانی. به برنامه این هفته خوش آمدید.